سلام بر شما، به این صفحه ایرانی ویژه خوش آمدید. در هفته گذشته در پی اعتراضات و قطع اینترنت، انتقاداتی از شیوه پوشش تحولات در داخل ایران مطرح شد. کمپین حقوق بشر در ایران حالا در گزارشی اعلام کرده که به سردبیران روزنامه‌ها در روزهای منتهی به این اعتراضات دستورالعمل‌هایی داده شده بود. بر اساس این گزارش در هفته گذشته بیش از 8 روزنامه‌نگار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شدند و همزمان معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در تماس با تعدادی از روزنامه‌نگاران نسبت به نحوه انتشار مقالات، گزارش‌ها و حتی توییت‌ها در توییتر هشدار داده. همونطور که می‌دونید دست کم خبر داریم که یک روزنامه نگار محمد مساعد هم بازداشت شده. امروز تلاش کردم با روزنامه نگاران در ایران صحبت کنم و صحت این گزارش‌ها رو جویا شدم. اونچه که می‌شنوید صحبت‌های یکی از روزنامه نگاران است که به دلیل نگرانی از وضعیت امنیتی او صدایش رو تغییر دادیم. بله، این دستور رسیده به روزنامه ها. همونطور که سال 88 تا 90-91 هم شورای امنیت همچنین دستورهایی میداد که در مورد قیمت مرغ ننویسید، یه سری مسائل رو ننویسید، الان هم به صورت شفاهی فکر میکنم حداقل این دستورات رفته، به خصوص تاکید شده که از تلخی ها ننویسن و وقایع رو به اون صورتی که هست منعکس نکنن. تا جایی که من شنیدم میدونم که حتی گفتن در مورد قیمت بنزین انتقاداتی رو به دولت وارد نکنن، یعنی در واقع دستورها برای محدود کردن اطلاع رسانی هایی هست که صورت داره میگیره. شرایط غیر قابل پیشمینی به وجود اومده، یه اعتراضات گسترده از طرف مردم شروع شده که با سرکوب گسترده هم همراه شده. توی این اتفاق وقتی که بحث پاکسازی خیابونی تموم میشه، میان سراغ خبرنگارا، روزنامه‌نگارا، فعالان سیاسی و فعالان مدنی. خب این خیلی میتونه شرط ترسناکتر بکنه، درست مثل بعد از عاشورای 88 که وقتی مثل خیابون تموم شد یهو ما توی 2-3 شب بازداشت گسترده رو داشتیم. الان هنوز این اتفاق نیفتاده، چون هنوز دارن به قول خودشون سردسته معترضین خیابونی رو در جاهای مختلف میگیرن، اما این میتونه در چیز وجود داشته باشه، این میتونه به وجود بیاد کم کم، یعنی توییت های ما رو ببینن، پست های ما رو ببینن، حرف های ما رو ببینن، گزارش های ما رو در روزنامه ها یا کانال هامون بخونن و اون وقت این داستان بازداشت ها شروع بشه. از این جهت شرایط یکم غیر قابل پیش بینی و ترسناکه، یعنی آدم نمیدونه هر روز قرار چه اتفاقی بیفته. برای همین خیلی ها که به خصوص سابقه بازداشت و برخورد دارن، این روزها دست به عصاتر راه میرن برای اینکه میتونن. خب صدای یکی از روزنامه‌نگاران بود از داخل ایران که گفتم صدای او رو تغییر دادیم. هادی قائمی مدیر کمپین بین‌المللی حقوق بشر، ببخشید اول خانم قاضی رو داشتن معرفی می‌کردم، الان آقای قائمی با ما هستند، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران از نیویورک، و همونطور که گفتم فرشته قاضی روزنامه‌نگار از آتلانتا با ما. خانم قاضی، شما هر روز خبرها و گزارش‌های روزنامه‌ها رو مرور می‌کنید برای برنامه چشم‌انداز بامدادی بی بی سی. ممکنه شما برداشتتون رو به ما بدید؟ ظرف هفته‌ای که گذشت چطور بود پوشش خبری روزنامه‌ها از اونچه که در ایران می‌گذشت؟ هفته‌ای که گذشت با قطعی اینترنت ما به اکثر روزنامه‌ها به خصوص روزنامه‌های اصلاح طلب دسترسی نداشتیم که حتی بدونیم الان چه جوری دارن پوشش میدن، و فکر می‌کنم الان کسایی هم که دارن انتقاد می‌کنن از این روزنامه‌ها اتهام زنی می‌کنن اصلا ندیدن که این روزنامه‌ها چه جوری پوشش دادن. به دلیل قطعی اینترنت روزنامه‌های اصولگرا سایت‌هاشون به روز می‌شد، روزنامه‌های اصلاح طلب به روز نمی‌شد که من پیگیری کردم، گفتن به خاطر هاستینگی هستش که متفاوت روزنامه‌های اصولگرا مثل کیهان و اینا هاستینگشون جزو اون 5% مجازی بوده که دسترسی به اینترنت داشتن. روزنامه‌های اصلاح طلب این دسترسی هم نداشتن، به تبعش روزنامه‌نگاران هم، یعنی همکاران این روزنامه‌ها هم نداشتن. اما در اون چند روز که مثلا تک و توک بعضیشون به روز میشد و ما میدیدیم، میتونم بگم این گزارش که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران منتشر کرده، همزمان بیانیه‌ای که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران داده،
دقیقاً وصف کاملش رو ما چیز عمل کردیش رو در این روزنامه ها میتونیم ببینیم. ما در این روزنامه ها گزارش میدانی یا خبرهای لحظه به لحظه از اعتراضات به هیچ عنوان ندیدیم. بیشتر به رویکرد تحلیلی روی آوردن و تلاش کردن که تحلیل بکنن اوضاع رو. فکر کنید چرا خانم قاضی؟ آیا راحت تر هست تحلیل کردن شرایطی که همون لحظه در حال اتفاق هست؟ چرا فکر میکنید سراغ خبرها نرفتن؟ به دلیل اینکه اجازه نداشتن، محدودیت داشتن. ببینید روزنامه های اصولگرا کاملا خبری هم کار میکردن، اون روایت مسلطی که حکومت میخواست ارائه بده، مسلط بکنه بر همه روایت ها، همون روایت منتشر میکردن سنسیما و روزنامه های اصولگرا. اما روزنامه های اصلاح طلب اجازه نداشتن وارد این مسئله بشن و حتی در مورد چند مقاله یا تحلیلی هم که منتشر کردن، من اطلاع دارم که از معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، از شورای عالی امنیت ملی، از وزارت اطلاعات تماس گرفته، تذکر داده شده، تحلیل شدن. در واقع این میدان رو نداشتن، این آزادی رو نداشتن. بذارید از آقای قائمی بپرسم. آقای قائمی، این گزارشی که کمپین شما، کمپین بین المللی حقوق بشر منتشر کرده، بر اساس چه شواهدی است؟ اونچه که در این گزارش من خوندم رو اول میخوام شما یه خلاصه ای از این گزارش رو برای بینندگان ما هم بگید و بعد بگید که از بر اساس چه اطلاعاتی به این گزارش رسیدید. بله، با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون و مهمان عزیزتان. این گزارش رو ما به طور مستقیم و موثق و تایید شده از درون ایران به دست آوردیم که چند نکته مهم داره و اول از همه بگم که این گزارش تایید میکنه اون چه که ما از لحظات اول اعتراضات در تماس با خبرنگاران در تهران میشنویدیم و همونطور که خانم فرشته قاضی گفتند، این خبرنگاران اجازه نداشتن از لحظات اول که هیچ گونه گزارش میدانی تهیه کنند، حتی حضور پیدا کنند، توییت کنند و تعداد بسیار اندکیشون دست به اینترنت داشتن و بسیار خودشون در ترس و هراس به سر می بردن که اگر اشتباهی بکنن دستگیر می شن. و در گزارشی که ما منتشر کردیم که تمام اینها رو تایید میکنه، اول از همه میبینیم که حکومت کاملا آمادگی داشته برای سرکوب این اعتراضات و جلوگیری از انتشار هر گونه خبری. یعنی اینکه چند قائمی، یعنی قبل از روز جمعه، یعنی قبل از جمعه شب که اعلام خبر افزایش قیمت بنزین بوده، این دستورالعمل ها صادر شده بوده؟ نه، دستورالعمل هایی که چاپ کردیم بعد از اعتراضات بوده، ولی میدونیم که قبل از حتی اعلام افزایش قیمت بنزین، مسئولان روزنامه ها رو جمع کرده بودن در جلسه و به اونها همون محتوای این بخشنامه ها رو گفته بودند که حق ندارند هیچ گونه آنچه که آنها سیاه نمایی میگویند جرم محسوب میشه و پوشش خبری به هیچ وجه اجازه ندادند و گفتن فقط میتونید از آشوب و اغتشاش اسم ببرید. و بعدش هم که اعتراضات شروع میشه، این بخشنامه ها به طور مکتوب از سوی وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد آقای روحانی به تمامی رسانه ها ابلاغ میشه و تنها دسترسی خبرنگاران در حقیقت فقط به خبرگزاری های رسمی مثل ایسنا و ایرنا بوده. حق نداشتن حضور پیدا کنند در اتفاقات یا هیچ گونه گزارشی بفرستند و کلن دیدیم که با قطع اینترنت این برنامه ریزی از قبل بوده و بسیار نگران کننده هست، چرا که همراه شد با کشتار شدید مردم در روزهای اول. در این گزارش شما اشاره شده به اینکه تعدادی از روزنامه نگاران فرا خونده شدند در ارشاد، در وزارت ارشاد با اونها صحبت هایی شده. من قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم، خواهش میکنم بخش دوم صحبت های اون روزنامه نگار رو از تهران بشنویم. یه مقدار جزئیاتی به ما میده راجع به اینکه این تماس ها از طریق در واقع مسئولان با روزنامه نگاران به چه شکل است. مصاحبه کردن با خانواده کشته شده ها و بازداشتی ها اتفاق جدیدی نیست. محدودیتش سال هاست که ما این داستانو داریم. اینو ما 88 هم در رابطه با خانواده زندانی ها و کشته شده ها داشتیم، الان هم داریم. این
محدودیت ها به این شکل نیستش که مثلا نامه ای بیاد یا ابلاغی بیاد که بگه حق ندارید با اینها صحبت کنید، بلکه همه میدونیم این واقعیت وجود داره و اگر این اتفاق برعکسش بیفته برخورد صورت میگیره با اون روزنامه نگار روزنامش، به خصوص که از شنبه که در واقع شلوغی ها و اعتراضات در ایران شروع شد این حس به وجود اومده که محدودیت ها بیشتر شده. به هر حال ما اینو در بازداشت محمد مساعدم می‌بینیم که دقیقا توی این شرایط بازداشت شد. مدیرای خبرگزاری ها یا روزنامه ها اگر فشار خودشون نخوان فشار بیار، این فشار به صورت از طرف قوه قضایی دادگاه مطبوعات نهادهایی مثل سپاه و وزارت اطلاعات بهشون اعمال میشه. بارها بارها از طرف آقای قطبی یا خود آقای قطبی نه از طرفش از قوه قضایی زنگ میزنه که رئیس این بخش رسانه‌ای رئیس در واقع دادگاه مطبوعات یا مثلا از طرف وزارت اطلاعات سپاه زنگ میزنن که مثلا چرا فلان مطلب رو کار کردی. یا خب قاضی شنیدید بحثی که مطرح میکنن در مورد در واقع نگرانی و ممنوعیتی که وجود داره در مورد تماس با خانواده کسانی که به هر حال کشته دادن، مجروح دادن یا فرزندانشون الان بازداشت شدن. من میخوام این مقدار از تجربه شخصی شما بپرسم، از زمانی که به هر حال شما در ایران هم کار میکردید در این حوزه، و اینکه واقعا به چه شکل هست، آیا چه جور با روزنامه نگاران برخورد میشه برای این جور قضایا؟ ابتدا اینو بگم که توی این مباحث ما باید حساب مدیران روزنامه ها رو از بدنه از خود روزنامه نگارا جدا بکنیم. ما روزنامه مستقل نداریم. انتظاراتی که داریم این روزنامه ها بپردازن و اگر نمیپردازن نباید به حساب همکاران روزنامه نگار بذاریم. ما مدیران روزنامه هامون اکثراً از درون حکومت هستن که دنبال منافع جنای سیاسی فردی خودشون هستن و این باعث میشه که روزنامه‌نگارای ما نتونن یه بخش دیگه از سرکوب و سانسور بهشون از طریق مدیران به نوعی اعمال بشه. اما در رابطه با این کشته شدگان، زخمی ها، زندان ها، من بعد از قضایای 88 شروع کردم در رابطه با این موضوع کار کردن و همه نوشته ها مصاحبه هام هم موجوده. من میخوام یه چیزی رو به شما بگم، اگر ما توی این روزنامه ها نمیبینیم، اگر به اسم همکاران روزنامه نگارمون مصاحبه ای، گزارشی، خبری نمیبینیم در این زمینه، به این معنی نیست که اونها انجام نمیدن، به این معنی نیستش که اونها نشستن پشت میزشون و رسالت حرفه ای روزنامه نگارشون یادشون رفته و بالاتر از اون مسئولیت شخصی احساس نمیکنن. در اکثر موارد شماره تلفن‌ها، ارتباطات و خیلی از خبرها رو همین بچه‌های روزنامه‌نگاری که الان به شدت مورد اتهام هستن پیگیری کردن، کانتکت‌ها رو و به نوعی خبر رو رسوندن. در دوران سرکوب و دیکتاتوری خبرنگاری و روزنامه‌نگاری هم به نوعی میشه خبرنگاری مخفی یا یه چیزی مثل این. به هر حال راه خودشون رو پیدا میکنن بچه ها. خانم قاضی، من میخوام یه مقدار مشخص‌تر بفرمایید. شما میفرمایید بعد از 88 که شما خارج از ایران این کار رو انجام میدادید، کسانی روزنامه‌نگاران در داخل ایران به شما کمک میکردن. آیا الان هم این کار انجام میشه؟ آیا ممکن هست یا راه‌های تماس بسته است؟ چرا انجام میشه؟ ببینید وقتی یه کانالی رو میبندن کانال دیگری باز میشه، راه ها پیدا میکنن. من خیلی نمیتونم توضیح بدم به دلیل اینکه من در امنیت نشستم، در آزادی نشستم، با اسم خودم مینویسم، معروفتر میشم، برای نوشتم پول میگیرم و اون بچه ها که خودشون رو به خطر میندازن از راه های مختلف سعی میکنن این اطلاع رسانی متوقف نشه، کمک میکنن به جریان اطلاع رسانی، نه پولی میگیرن نه اسمی ازشون میاد، تازه اتهام هم میخورن. این فقط 88 نبود که کمک میکردن، سر کشته شدگان دی ماه 96 که خیلی هم خط کشی کردن، گفتن اینا جزء طبقه متوسط نیستن، روزنامه نگارا صدای اینا نشدن. اتفاقا خیلی از موارد رو این بچه‌ها پیگیری کردن، اکثرا در شبکه‌های اجتماعی نوشتن یا وقتی که نتونستن به نوعی رسوندن به اونجایی که باید این صدا شنیده بشه، باید این صدا گفته بشه. میگم شرایطی هست نمیشه گفت، ولی من فکر میکنم اتهاماتی که به همکارانمون در داخل کشور میزنیم، چه من نوعی چه کسای دیگه، بیشتر از ناآگاهی از فعالیت‌های اینها، از کارهایی که اینا میکنن شکل میگیره، نشأت میگیره. و اینکه اگر به اسم همکارای ما
و در روزنامه هاشون ما چیزی نمیبینیم، به این معنی نیست هیچ کاری نمیکنن. و یه نکته مهمتر، الان سایت هاشون داره بروز میشه. بله. آن در مورد بازداشت شدگان اگر نگاه بکنیم، روزنامه شرق هر روز مطلب داره. امروز روزنامه آرمان ملی صفحه اولش سخن روزشون بالا در مورد اعترافات همین معترضانی که داره پخش میشه، اعتراض کرده، میگه این غیر قانونیه. یعنی در واقع اگه خبر هم تو روزنامه هاشون نمیبینیم، تحلیل میبینیم، کاملا مشخص کجا وایستادن. آقای قائمی، به هر حال فشار و سانسور روی روزنامه نگاران رو ما سابقه شده کشورهای دیگر هم داریم. کمپین های حقوق بشری چه راه هایی دارن برای باز کردن این سانسور؟ شما چه توصیه هایی دارین به روزنامه نگارانی که در ایران هستن؟ اونا چه میتونن بکنن؟ بله، مهمترین راه این است که ما بتونیم کانال هایی رو همونطور که خانم قاضی گفتن برای اونها باز کنیم. و البته اینترنت بسیار مهم هست. تلاش ها برای اعتراض به کنترل و محدود کردن اینترنت در سطح جهانی باید ادامه پیدا کنه و هر باری که این روزنامه نگاران تحت فشار میان، انجمن های بین المللی روزنامه نگاران و مدافعان روزنامه نگاران و کشورهایی که با ایران رابطه مستقیم دارند باید اعتراض خودشون رو در این مورد مطرح کنند. ما نباید بگذاریم این فضا بیشتر و بیشتر تاریک بشه و جان این روزنامه نگاران و خبرنگاران در ایران در خطر جدی باشه. البته دیدیم که حتی در جایی مثل ایالت کشمیر هندوستان، دولت هندوستان چگونه در چند ماه اخیر عمل کرده و دولت ایران هم داره اون رو کپی میکنه. اما من فکر میکنم جمعیت کل ایران امروزه بسیار مشتاق به خبررسانی هست و چه شهروندان عادی و چه خبرنگاران حرفه‌ای و فعالان مدنی با پذیرفتن خطر دارن تلاش خودشون رو میکنن که جامعه بیرون رو آگاه کنن. و من فقط میخوام به گفته یکی از این خبرنگاران در روز اول اشاره کنم که به ما گفت تو رو خدا سعی کن صدای ما رو به بیرون برسونید، خود ما هیچ اجازه نداریم که در این مورد صحبت کنیم. خانم قاضی، این جمله، این که ما هیچ اجازه نداریم راجع به این موضوع صحبت کنیم، یک داستانی پشتش داره که همه ماها که در داخل ایران کار کردیم باهاش آشنا هستیم. اما شما خودتون هم اشاره کردید، رسالت خبری، کار خبری، آیا به نظر شما هیچ راههایی بود برای اینکه به نوعی اون چه که در کف خیابون میگذره رو به سطح روزنامه آورد و منتشر کرد؟ من اشاره میکنم مثلا به یکی دو تا مطلب گزارشی که مثلا در روزنامه همشهری دیدیم، یعنی اینکه اشاره میکرد به اینکه وضع اینایی که در خیابون هستن چه هست، وضع اقتصادیشون چه هست. آیا یه همچین گزارش هایی رو در سایر روزنامه ها هم میشد دید؟ نگاه خبرگزاری ها و روزنامه های دیگه چگونه بود؟ همینطوری میشد دید، حتی در روزنامه های اصولگرا مثل کیهان، حتی تو اونا میشد یافت این رو در کمال شگفتی که همیشه در مقابل معترضان موضع گرفتن. الان هم آشوبگر خوندن، ولی برای اینکه بتونن دولت رو بزنن، انتقاد بکنن، صدای واحد اصولگراها این بود که دولت بد عمل کرده، قیمت بنزین باید افزایش پیدا میکرد، دولت بد عمل کرده، مردم اعتراض دارن، مردم نگرانن. و اون توی اونها به یه شکل دیگه میشد دید. توی روزنامه های اصلاح طلب هم میشد اینها رو دید. میگم فکر میکنم خیلی از ماها ندیدیم، نخوندیم که چه اتفاقاتی افتاده. اما یه نکته ای هم هست خانم قاضی زاده، همکار روزنامه‌نگار من در داخل ایران اینترنت قطعه، هیچ راهی نیست، دنبال کانال میگرده برسونه این صدا رو، میره توی تظاهرات من شده، ولی میره گزارش میدانی تهیه میکنه، کجا منتشرش بکنه؟ غیر از این اسمش انجام رسالت روزنامه نگاری نیست به نظر من، وقتی هیچ جایی رو برای انتشار نداره و تنها خودش به خطر میفته. اگه کانالی باز باشه بتونه این رسالت رو انجام بده فرق میکنه. من میخوام بگم بیشتر از اینکه رسالت روزنامه نگاری باشه، اون مسئولیت شخصی که همکاران ما در داخل ایران حس کردن و بهش قائل بودن قابل احترام هست. و ولی شما دائم در صحبتاتون اشاره میکنید به روزنامه نگار، روزنامه اصلاح طلب، روزنامه اصولگرا. آیا واقعا وقتی در شرایط این چنینی هست و به نظر میاد که الان گفتمان اصلی اغلب روزنامه های اصولگرا هم این هستش که به هر حال میخوان
به این مردمی که احساس میکنن که اینا فقیر هستن و میشه از اینها به هر حال باید حواسشون به اینا باشه برای انتخاباتی که در پیش رو هست، به هر حال به نوع دیگری سعی میکنن اینها رو دل اینها رو به دست بیارن. آیا واقعا میشه هنوز این دستبندی اصلاح طلب و اصولگرا رو در میون این روزنامه ها دید؟ واقعا تا چه حد این تقسیم بندی هنوز درست و کارآمد هست؟ ما روزنامه مستقل نداریم، ولی چرا چنین دستبندی رو میشه دید در نوع مطالبی که میپردازن؟ کیهان میاد مثلا به عنوان مثال میگه اینها باید اعدام بشن، این کسانی که بازداشت شدن، و به نقل از مراجع قضایی میگه اینا حکمشون اعدامه. در مقابل ما مثلا روزنامه مستقل یا روزنامه آرمان ملی رو میبینیم که اعتراض میکنه، یا شرق، و میگه اینا بر اساس قانون حق و حقوقی دارن، باید حقوق شهروندی، حقوق قانونیشون حفظ بشه. یعنی شاید در اون محدودیت هایی که اعمال شده، جلسات توجیهی که برای مدیران مسئول گذاشته شده قبل از اعلام گرانی بنزین، به اینها گفته شده مثلا شما حق ندارید بنویسید که حق ندارید حمایت بکنید، حق ندارید گزارش تهیه بکنید، شاید اونجا مشترک بین اینها. ولی در نوع موضع‌گیری، در نوع یادداشت‌ها و تحلیل‌هاشون، گزارش‌های تحلیلیشون و نوع سوالاتی که توی مصاحبه‌ها از مسئولین می‌پرسن، ما می‌بینیم که هنوز این خط هست. و میگم خانم قاضی‌زاده، من و شما هم از این روزنامه‌ها اومدیم و می‌دونیم چه شرایطی حاکمه، می‌دونیم با مدیر مسئولای خودمون هم ما مشکل داشتیم سر سانسور، چه برسه به حکومت، و نباید اینو فراموش کنیم. آقای قائمی، بحث دیگری که امروز به خصوص بعد از این اعلام خبرگزاری میزان در مورد ممنوع معامله کردن خبرنگاران ایران اینترنشنال مطرح شد، این سوال پیش میاد که آیا جمهوری اسلامی موفق شده که سانسور رو فراتر از مرزهای خودش اعمال بکنه؟ آیا به نظر شما این راهکاری که پیش گرفته عمل میکنه؟ ببینید، شک و تردیدی نیست که همکنون میدونند از آنجایی که توانستند درون کشور اطلاع رسانی رو کاملا کنترل و ساکت کنند، تلاششون این هست که اطلاع رسانی از خارج هم قطع بشه، و برای همین خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج رو هدف قرار دارن، که البته میدونیم سابقه طولانی داره. خود خبرنگاران و همکارانتون در سالها هست که مورد این تهدیدها هستند، و هم اکنون تلاش میکنن که کل خبرنگاران و فعالین رسانه‌ای فارسی زبان در خارج کشور رو هدف قرار بدند. این تهدیدها و ارعاب‌ها بسیار نگران کننده هست، و از جمله موارد دیگه هست که باید سریعاً تلاش کرد در سطح بین‌المللی محکوم بشه، و الا اینها میتونن در خارج کشور هم همون کارهایی رو که درون ایران انجام دادن ادامه بدن. نباید سکوت کرد، و امیدوارم که بتونیم اون رو با اون مقابله کنیم. بسیار نگران کننده است که جمهوری اسلامی میتونه تا این حد تلاش کنه کل خبرها رو قطع کنه. خواهی باقاضی، وقت زیادی نداریم، ولی من میخوام از شما یه سوال دیگه در مورد خبررسانی باز از داخل ایران بپرسم. ما در بسیاری از کشورها به هر حال خبرنگاری در محلها، در مثلا شهرستانها، به شکل در واقع منطقه‌ای خیلی معمول هست. در ایران چطور هست؟ چون به نظر میرسه که ما، اغلب ماها در خارج از ایران، منتظر هستیم که روزنامه نگارها در تهران این کار رو بکنن، وقتی که میدونیم که به هر حال خیلی از این اعتراض‌ها شاید اصلا در تهران نبوده، در شهرستان‌های دوردست بوده. آیا اونجا امکان اعتراض‌رسانی هست؟ آیا تعداد روزنامه‌نگاران در نقاط دوردستی که این اعتراض‌ها اونجا بوده اونقدر هست که بشه امیدوار بود به خبررسانی درست؟ داد نیست. اون محدودیت هایی که ما میگیم همکاران ما در تهران دارن، برای شهرستان ها چندین برابر میشه. من خودم روزنامه نگار شهرستانی بودم، در تبریز شروع کردم کار روزنامه نگاری، کار خبرنگاری رو، و کاملا لمس کردم این رو، چون بعد هم اومدم تهران کار کردم، که چقدر توی تهران آزادی عمل بیشتری نسبت به شهرستان ها داشتیم، و چقدر توی شهرستان ها فشارها بیشتره نسبت به روزنامه نگاران، نسبت به رسانه های محلی در واقع.
حتی میتونم این رو بگم که در تهران وقتی روزنامه نگاری رو احضار میکنن، رفتارشون از همکاران شهرستانیمون ما بارها شنیدیم که چقدر رفتارشون نسبت به رفتاری که در بازجویی ها، در اطلاعات استان ها از روزنامه نگاران شهرستانی میشه بهتر هست. یعنی میخوام بگم چقدر وضعیت اونجاها خرابه. یه اتفاقی که افتاده توی جمهوری اسلامی، به صورت سیستماتیک این اطلاع رسانی رو تلاش کردن حکومتیش بکنن، در اختیار حکومت قرار بدن و اولین کاری که موفق شدن بکنن این هستش که توی شهرستان ها با سرکوب بیشتر، ایجاد محدودیت بیشتر، این روند اطلاع رسانی رو سعی کنن قطع بکنن. هرچند که همه جا نتونستن، هرچند که توی شهرستان ما همکارانی داریم که واقعا همکارانی با شرفی داریم، همکارانی که به رسالت روزنامه نگاری بسیار اعتقاد دارن، همه جور خطر رو به جونشون میخرن، ولی باز از اونها هم ما هیچ اسمی هیچ کجا نمیبینیم به خاطر این شرایط سرکوبی که وجود داره. و به عنوان سوال آخر آقای قائمی، فعال نهادهای حقوق بشری غیر از بیانیه دادن و تلاش برای اطلاع رسانی چه کردن و چه میتونن بکنن، اگه کوتاه به ما بگید؟ حتما، ولی قبلش من فقط میخوام بگم که نقش آقای دولت روحانی رو نباید انکار کنیم که به طور مستقیم در این سرکوب از همه ابعاد نقش داشته و برنامه ریزی کرده بوده، ولی نهادهای بین المللی ما میتونیم همکنون این اطلاعات رو جمع آوری کنیم، نباید متوقف کنیم و در سطح بین المللی مطرح کنیم و اون کسانی که این جنایات رو مرتکب شدن پاسخگو نگه داریم و نگذاریم فکر کنن که با مصونیت میتونن ادامه بدن. مکتوب سازی آنچه در این هفته گذشته اتفاق افتاد بسیار مهم هست و تمام تلاش ما در هفته های آینده در این زمینه خواهد بود. ممنونم از شما هادی قائمی و فرشته قاضی و متشکرم از شما که با این صفحه دوی ویژه همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی وبسایت ما و همینطور یوتیوب مجدد تماشا کنید و اگر علاقمند هستید پادکست برنامه رو میتونید دانلود بکنید روی اپلیکیشن پادکستتون یا در تلگرام گوش بکنید. برنامه بعدی ما فردا خواهد بود همین ساعت 5 عصر لندن، 8:30 شب تهران. ممنون که با ما همراه هستید.